قابلیت هواپیمای گراولر دارن که مثلا سه تاشون رو بفرستن رو هوا ترینگلیت کنن که اینو دقیقاً پیدا بکنه و بره به سمتش. خب الان چند روزی از حمله اسرائیل به کشورمون میگذره و همون جوری که همتون خبر دارین عکسای اومده بیرون که چند تا نقطه مختلف، نقاط مختلفی در کشورمون هدف قرار گرفته. نقاطی هستن توی پادگانهای نظامی هستن، مربوط میشن به موشکای بالستیک کشورمون، توی شاهرود گویا، تو پارچینه. حرفای اسرائیل اگه بخوان دنبال کنیم که میگن تمام پدافندهای دفاعی ایران از بین رفته، همشون رو از بین بردن و ایران تقریبا کور شده. ابراز میکنن که S-300 ها رو زدن و حتی من توی یکی از این کانال‌ها شنیدم که احتمالاً روسیه هم به ایران S-400 داده، S-400 هم داغون کردن این وسط. راجب موفق بودن این حملات در آخر ویدیو صحبت میکنم، ولی اول ویدیو الان میخوام راجب این سلاحایی که استفاده شده برای هدف قرار دادن رادارها صحبت میکنم. امریکایی از جنگ ویتنام به بعد و تو همون جنگ ویتنام متوجه شدن که باید یه سلاحی درست بکنن که مقابله بکنه با این سایتای پدافندی، برای اینکه خیلی لطمه میدیدن و خیلی هواپیما رو زدن با اینا. اینا شروع کردن یه پروگرامی درست کردن به نام وایلد ویزل. وایلد ویزل یه هواپیمایی بودش که اینا رو مودیفایش میکردن، آپگریدش میکردن و مخصوصا هدفشون فقط زدن این تارگت ها بودش که برن سراغ رادارها و رادارها رو بزنن و سایتای پدافند هوایی رو بزننشون. اولین هواپیمایی که استفاده کردن برای این کار هواپیمای F100 بود، F100 بودش. بعد چه F105 F105ش رو اینجوری مودیفایش کردن و بعد از اون از F4C استفاده کردن. F4C هم تا یه مدتش استفاده میکردن تا حتی تو همون جنگ ویتنام و اینا آپگریدش کردن به F4G. F4G وقتی که F4G رو شروع کردن، به اصطلاح پروگرام F4G رو شروع کردن، 116 تا هواپیمای F4E رو برداشتن، تمام این سامانه‌های الکترونیکی رو بهش وصل کردن روی این هواپیما و این هواپیما شد مخصوص فقط زدن رادار و جلو رفتن. هر وقت خواستن به جای حمله بکنن، استرایک پکیجی که جمع می‌کردن، اولین کسایی بودن که وارد خاک دشمن می‌شدن که ترتیب رادارا رو بدن، رادارا رو یکی یکی بزنن و میتونستن با هواپیمای اتاک که پشتشون هستن اینا رو رابطه برقرار کنن که حتی اگرم نزنن یه سایتی رو نتونن بزننش، بدون علاقت ببینن که کجا دارن میرن که به سمتش نرن. F4G رادار، همین رادار داپلر رو هنوز داره جلوی خودش. رادار داپلر ازش میتونه استفاده بکنن که مثلا موشکای AIM-9 یا AIM-7 استفاده بکنن که اگه بخواد خودش دفاع بکنه این موشکا رو بفرسته طرف حمله هوایی، مثلا هدفهای هوایی که هواپیما بزنه چمل میکنه از این موشکا استفاده بکنه که اینا رو بزنه. ولی که میشن این هواپیما زدن رادار، پیدا کردن از بین بردن رادارهای دشمنه. اون هواپیماهای اولیه که ازشون استفاده میکنن به عنوان وایلد ویزل، یعنی F4G، خب قبلش F100 بود، F105 بود، F4C بود، F4G، موشکایی که میتونن استفاده بکنن بسته بودن زیرشون AGM-45 و AGM-88 و اینا زیر اینا بستن. AGM-45 موشکی بودش که، یعنی اولش AGM-45 بود، بعدن دیدن که خب زیاد کارایی نداره، AGM-88 رو درستش کردن و زیر اینا استفاده میکردن. AGM-45 سرش راداری داشت که میگشت دنبال این فرکانسای رادیویی که از این رادارا میان بیرون و میرفت به سمتشون و بردش هم خیلی زیاد نبودش، بوده 20 مایل بیشتر نبودش. مشکلی که داشتش توی فلایت، توی هوا، توی پرواز نمیتونستن این پروگرامش عوض بکنن. مثلا اگر دنبال یه موج رادیویی میرفت دیگه نمیتونستن این عوض، میدونستن مثلا فلان رادار از این موج رادیویی داره استفاده میکنه، اینو به این ست میکردن، پرواز میکردن، شلیکش میکردن. حالا اگه این شلیک میشد در حالی که این موشک داشت میرفت به سمت این هدف، اون اپراتور اون رادار متوجه میشد و این موج رادیویی عوض میکرد، این دیگه نمیتونست بره قفل کنه روش بزنه، ولیکن هنوز اون رادار میتونست این هواپیمایی که ازش شلیک شده رو بزنه. این تو این اختلال ایجاد کرد. AGM-88 که همین هار معلونه اینو درستش کردن. AGM-88 خیلی با سرعت زیاد میتونست بگرده و دنبال موجای مختلف بگرده، موجای مختلف همه رو بگرده، سرعت بالا اینا رو میتونست پردازش بکنه و این مشکلش حل شده بود که حتی این حالا دو سالی که گذشته شده آپگریدش هم کردن، 100% کامپیوتر چیپ های جدیدتر که اومده قدرتش هم بیشتر شده، قدرت پردازش هم زیادتر شده. که اگه یادتون باشه تقریبا آخرای جنگ یه دن از همینا رو استفاده کرده بودن که سایت پدافندی سوباشی همدان رو با این مورد هدف قرار داده بودن، کلی عزیزان ما رو اونجا شهیدش میکرده بودن. این تکتیکشون بود، این تکتیکی بودش که کلا از قبل استفاده میکردن. اینا رو حتی تو جنگ اول خلیج فارس هم به صورت زیادی از این استفاده میکردن. Those were remarkably successful in their mission, suffering no losses in the first wave of the attack. We were shooting the SAMs who were trying to shoot at the guys who were doing what they were doing downtown. بیشتر رادارها رو با همینا زدن، ولی که برد این موشکه ها خیلی محدوده و خب همینجوری که داریم از زمان جنگ ویتنام از این استفاده میکردن. کشورهای مختلف هم دنبال راههایی بودن که بتونن با این مقابله بکنن.
بردش حدوداً 50 کیلومتره. یه فرق اساسی دیگه‌ای که هست بین موشک‌های قدیمی هارم که همون AGM 88 بوده با این جدیداش که AGM 88 E اینا اینه که AGM 88 اولیه هارم اینا رو بستی که جلوش راداری داشتش که دنبال فرکانس رادیو میرفتش و میزد، یعنی بستی که هواپیما میرفت اولین فرکانس رو پیدا میکرد بعد شلیکش میکرد میرفت به سمتش. این جدیداش گایدنس سیستم دارن. گایدنس سیستم که داره، یعنی شما اگر که اون قدیمی‌ها، شما اگر که اون رو عوض می‌کرد موجشو، قدیمی‌هاشون خب میرفت جای دیگه می‌خورد، یا اگه حالا جدیدتراش که میتونست تمام موجا رو در یک لحظه پردازش بکنه، این اگه خاموشش می‌کرد بازم نمیتونست بزنتش. رادار اگه خاموش می‌شد، خب ولی اگه رادار خاموش بکنه خودش هم نمیتونست هاپ رو بزنه. اگه رادار خاموش می‌کرد هام نمیتونست به هدف بخوره. این جدیداش گایدنس دارن، یعنی اینکه the guided، یعنی میتونن برن به سمت اونجایی که، یعنی اول نقطه رو قفل میکنن روش و میتونن برن به سمتش بدون اینکه حتی هیچ موج رادیویی از اونجا بیاد بیرون. حالا چجوری این کار رو انجام میدن؟ خب بعضی از این موشک ها جی پی اس استفاده میکنن. جی پی اس اگر که اختلال توش به وجود بیارن، خب اختلال پیدا میکنه، نمیفهم، نمیتونه بره به هدفش بخوره. یک فناوری دیگه استفاده میکنن تو این موشک ها که حتی موشک های بالستیک ایران هم از این فناوری استفاده میکنه که اینرشیال گایدینگ سیستم، INS بهش میگن. اینرشیال گایدینگ سیستم این سیستم جایروسکوپه. جایروسکوپ که تو هواپیما هم هستش که وقتی که هواپیما مثلا موو عقب چپ میره، راست میره، بالا میره، پایین میره، این نشون میده که شما افق کجا هستش. از این سیستم یه سامانه ای درست کردن که میتونه بگه کجاست، یعنی میتونه که موقعیت رو بدون استفاده از جی پی اس بگه، یعنی خودش و خودش دقیقا مثل این مونه که شما چشتو ببندی و بری جایی، یعنی از هیچ جی پی اسی، از هیچ موجی که از بیرون بیادی از شما بخواد بفرستی هیچ استفاده نمیکنی. حالا چجوری این کارو میکنن؟ این سیستم به صورتی کار میکنه که از صورت، یعنی میخوام خیلی سادهش بکنم، از زمانی که شلیک میشه، از زمانی که این سیستم شروع میکنه به حرکت کردن، مثل اینه که چش کسی بسته باشه، فقط بهش حساب کتاب میکنه که اوکی من حالا مثلا یک مایل رفتم جلو یا 100 مایل رفتم جلو، با چه سرعتی رفتم، با چه سرعتی سمت راست پیچیدم، چپ پیچیدم، بالا رفتم، پایین رفتم. با کامپیوترهای خیلی پیشرفته اینا محاسبه میشه همش و متوجه میشه که الان کجاست به نسبت جایی که شروع کرده، به نسبت اونجا میتونه حساب بکنه که الان کجاست، الان چند متر به سمت جلو رفته، چند متر به سمت. یعنی من دارم خیلی سادهش میکنم، ولی اینا رو به صورت میلی سکند یا حتی خیلی میلیمتر، کمتر از میلیمتر، اینا رو این سیستم INS حساب کتاب میکنه تشون و با کامپیوترها اینا میده به این کامپیوترها، کامپیوترها خودشون پردازش میکنن و میتونن موقعیت دقیقش رو بگن به نسبت جایی که ازش شلیک شده. و به همین خاطر از همین سیستم استفاده میکنن تو همین موشکا، تو همین موشکایی که INS دارن و احتیاج به جی پی اس ندارن، که حتی گفتم موشکای بالستیک اینا هم از این استفاده میکنن. حالا این سیستم خیلی حساب کتابای دقیقی داشته باشه، بسیار دقیق داشته باشه که بتونه بره دقیقاً به همون هدف که میخواد بخوره بخوره با کمترین خطا. ولی چند خطای خیلی ریزی داره، مثلا میتونیم بگیم توی هر یک کیلومتر 2 میلیمتر مثلا فاصله، 2 میلیمتر هر چی بوده، این هر چی بره جلوتر فاصلهش دورتر بشه، این خطا یه خورده بیشتر میشه. و به همین دلیل هم هستش که موشکایی که مثلا ما از ایران شلیک کردیم، وقتی که پایگاه الاسد زدن، اینا همشون نقطه‌ای خوردن همونجایی که می‌خواستن بخورن، ولی وقتی 2000 کیلومتر را رفتن، بعد از 2000 کیلومتر شاید چند متری عقب چپ و راست رفتن. به خاطر همینی که این همین اینرشیال گایدینگ سیستمی که به مدلی که استفاده میکنه که ببینه کجاست، هیچ ربطی هم نداره اگه جی پی اس اختلال ایجاد بدن، هیچ فرق نمیکنه. و به همین دلیل هر چی که شما نزدیکتر بشی به اون هدفی که میخوای بزنیش، دقیقتر اصابت برخورد اصابت دقیقتری خواهید داشت. و این موشکای راکس از این سیستم استفاده میکنن. حالا میگم این اطلاعات زیادی ازشون بیرون نیستش، حالا شاید یه سامانه الکترو اپتیکی هم داشته باشن جلوش که مثلا اینفراد استفاده بکنه، اینفراد مثل چشم میمونه که در لحظات آخر صدف خودش رو پیدا بکنه، نمیدونم. ولی سیستمی که استفاده میکنن این INS که هیچ قطعه به دنیای بیرون کسی سیگنالی بهش نمیاد که شما بتونید سیگنال رو اختلال توش ایجاد بکنید که هدفش رو پیدا نکنه. و اگر هم حتی خاموش بکنه مثلا رادار خودشو، این هنوز اون آخرین لوکیشنی که داشته ازش میره و میخوره همونجا. به این صورته که میتونن ازشون استفاده بکنن و خاموش کردن رادار هم کاری نداره. و جدیدترین هواپیمایی که الان دارن برای جنگ الکترونیک ازش استفاده میکنن و درستش هم میکنن، هواپیمای F-18 هستش که F-18 F-18 سوپر هورنت گراولر.
اینا رو درست کردن، اینا هواپیمای درست شده مختص جنگ الکترونیکه. حالا رادار داره جلوش، جنگ هوایی میتونه بکنه، موشکای هوا به هوا داره، ولیکن سامانه های خیلی زیاد برای جنگ الکترونیک روش نصب کردن و مختص جنگ الکترونیک این هواپیما، و موشکای خیلی جدید هم ازش استفاده میکنن، خیلی جدیدتر، خوبی موشکای هارم و انتی رادیشن از جنگ ویتنام به بعد اینا در حال دیولپ کردنشون بودن و خیلی سورپرایز نیستش که دیگه الان خیلی جدیدترش دارن. اسرائیل احتمالاً همین موشکای راکسش، همین موشکای راکسش زیاد اطلاعات راجبش بیرون نیستش، ولی یکی از خاصیتایی که خودشون اعلام کردن اینه که میتونه هدف رادار رو بزنه، که گویا از همینا هم استفاده کرده بودن برای حمله به ایران. ببین از حتی این هواپیمای گراولر سه تاشون یعنی انقدر قابلیت های زیادی دارن، مثلا شما یه دونه تلفنی دستت باشه این تلفن سیگنال میفرسته، موقعیت رو میتونه از این استفاده بکنن، ولی اگه یه جایی باشه که یه دونه به اصطلاح برج آنتن باشه نمیتونن ببینن دقیقاً کجایی، میتونن پیدا بکنن تو چه دایره ای هستی، این احتیاج به سه تاشو داره که دقیقاً جاتو پیدا کنن. حالا از همین میتونن استفاده بکنن، این قابلیت رو هواپیمای گراولر دارن که مثلا سه تاشون رو بفرستن رو هوا، اینا با هم دیگه مثل با فاصله دار وایسن ترینگلیت کنن که مثلا از یه جایی اگه یه موج رادیویی میاد بیرون، سلفون میتونه باشه، تلفن میتونه باشه، میتونه رادار باشه یا هر چی، اینا دقیقاً پیدا بکنه و بره به سمتش. حالا من اینا رو گفتم که بگم که اینا سیستم قدیمیه، این سیستم رو همه میدونن، اون کسایی که رادار طراحی میکنن، اون کسایی که موشک طراحی میکنن، این از زمانهای قدیم بوده که رادار رو هستش، سامانه هستش که میتونه بزنتش. حالا اون کسایی که رادار طراحی میکنن همیشه اینو باید آپگرید کنن، برای اینکه تکنولوژی موشک که میخواد بیا طرفت همیشه عوض میشه و شما باید خودتو مطابق با اون بکنی و اینو همه میدونن. حالا ایران رفته S-300 خریده، الان دیدیم که میگن زدنشون، ولی صحبتی از باور 373 نیست که زده باشن، و حتی من چند جای مختلفم دیدم گویا که کارایی خوبی داشته. حالا اگر که من، نظر شخصی من البته، خیلی دارن صحبت میکنن که حالا شاید سالهای زیادی طول بکشه که روسیه بخواد این سیستما رو ما دوباره بفروشه، نظر شخصی من، اگه من یه جایی سر کار بودم، یه جایی میخواستم من تصمیم بگیرم، اصلا دنبال جایگزین کردن این سیستما نمیرفتم، برای اینکه سیستم داخلیش خود ایران داره نشون داده که کار میکنه، اون هزینه ای که بابت خرید این سیستما میشه رو اگه بیان اینجا برای تحقیقات و پژوهش خرج بکنیم پولو و درست کنن، میتونن خیلی بهتر از اینو درستش کنن، خیلی بهتر از همین باور 373 رو میتونن درست کنن و داخلی هم هستش. ببین یکی از علتایی که مثلا میتونن بزنن این سامانه های پدافندی و برای اینکه مثلا این سامانه مثل S-300 هم ترکیه رفته، هم تو عراق هستش، هم تو یوکرین هستش، یوکرین دیگه رسما کشور غربیه، خب یوکرین که اینو داراتش دیگه نقاط ضعفش رو دیگه میدونن، ولی یه سامانه ای که داخلی باشه، این سامانه هر چقدر هم که حالا قوی باشه یا قوی هم نباشه دیگه دست خودته، نقاط ضعفش رو کسی نمیدونه که بخواد از این استفاده بکنه، و به همین دلیل من فهم میکنم که اگه که سرمایه گذاری بشه روی سیستمای داخلی جواب خیلی بهتری خواهیم گرفت. برای یعنی حتی اگه شده که با این پول، حتی هر کدوم از سامانه 800-900 میلیون دلار، شاید هم 1 میلیارد دلار پولشون باشه، میشه چند تا دانشگاه ساخت که راجع به این قضیه تحقیقات انجام بدن، و این میتونه، این علم میتونه به قسمت‌های مختلف کشورم کمک بکنه. حالا این نظر منده بود البته. و از نظر موفق بودن این حملات، ببینید جنگ شما بعضی وقتا یکی میزنی دوتا میخوری، بعضی وقتا دوتا میزنی یکی میخوری، بعضی وقتا هم سه تا میزنی نمیخوری هیچی، بعضی وقتا یعنی منظورم اینه، جنگ رادار سلاحی وجود داره که با اینا مقابله میکنه و میخوری، ولی فرقی که داره، اجازه بدید من یه چیزی بهتون میگم. ببینید مخرب ترین سلاح قرن 21 چی الان؟ ببینید این از اون موشک مخرب تره. حالا چرا براتون دارم میگم؟ ببینید اگه دقت کرده باشید، حالا این ضربات میتونه سنگین باشه، میتونه سنگین نباشه، کسی نمیدونه واقعا. و اینی که دارن اعلام میکنن که موشکی به اصطلاح برنامه موشکی ایران از بین بردن، یعنی همچین چیزایی بیرون که اصلا دیگه خیلی بچگونه است بخوای باورش بکنی، یا حتی بخوای باور کنی که تمام سامانه دفاع ایران زدن، ولی که نمیدونیم، ما که نمیدونیم که اینا همشون داخل پادگاناست و نظامیون هم معمولا نمیان دقیقا بگن چه ضربه خوردیم، و اینم خیلی طبیعیه. چیزی که میبینن مردم اینه که خب الان تو کشور ما همه روز بعدش اصلا کسی نمیدونست این اتفاق افتاده، هر چقدر این ضربه کاری باشه، وقتی که مردم احساس این ندارن که احساس بدی بهشون دست نمیده، هنوز احساس امنیت دارن، این برای اون طرفی که میخواد رعب و وحشت ایجاد بکنه اینجا، این شکست حساب میشه. من اینو دارم جدی بهتون میگم، یعنی برای اینکه این
اگه نگاه بکنین به این هزینه هایی که دارن مصرف میکنن برای اینکه بتونن یه شایعه‌ای درست بکنن بعضی وقتا، یا یه دیدگاهی رو به اصطلاح بقبولونن به طرف مقابل، به دشمنشون، متوجه میشین که این حرف حرف خیلی بیخودی بی ربطی هم نیستش. از اون طرف اصلا برای چی اسرائیل اومد که بخواد حمله بکنه و به قول خودشون انتقام بگیره؟ این برای ترس و وحشتی بودش که توی مردم خودش به وجود اومده بود از این موشکا که اومده بودن، و 30-40 سالی بودش که میگفتن این سیستم قرار نیستش که ازش چیزی رد بشه و رد شد. به همین علت بعد جواب میدادن. و حالا شما اینا رو مقایسه بکنی، روبا وحشتی که تو تهران ایران به وجود اومد، روبا وحشتی که توی اسرائیل به وجود اومد، اینو من اصلا قضاوت نمیکنم، شما خودتون بگین، شما خودتون قضاوت کنید، من هیچی راجبش نمیگم. و چیز دیگه ای اینه که ببینید، حتی اصلا صحبت میکردن که حمله دیگه ای انجام بدن، برای اینکه گویا اون نتیجه ای که حالا هر چقدرم که از لحاظ نظامی موفق باشه، ولی نتیجه ای که از لحاظی که توی سوشال مدیاش میخواستن بگیرن، چش مردم میخواستن بگیرن، گویا نگرفتن. سر همین گفتن صحبتش بودش که این هنوز تموم نشده و خواست میخوایم دوباره حمله بکنیم. حالا چیز دیگه اینو میخوام بگم، روز اولی که حمله شروع شد، یه ساعت و نیم بعدش اومدش ارتش اسرائیل یه اعلامیه‌ای داد که ما این حمله رو شروع کردیم، ایران از طریق نیروهای نیابتیش به ما حمله میکنه، از خاک خودش هم به ما حمله کرد، ما حمله رو شروع کردیم. هیچ صحبتی از تموم شدنش نکرد. یک ساعت بعد اومد گفت تموم شد. به نظر شما چرا؟ آخه چی فکر میکنی شما؟ من فکر میکنم که اینجوری که داشتن میگفتن 140 تا هواپیما داشتیم، 140 تا هواپیما یه حمله بزرگیه. با این هدفایی که زدن، حالا 20 تا هدف هم که زده باشن، چقدر هواپیما نیاز دارن؟ چند تا هواپیما برای سوختگیریه، چند تا هواپیما برای تاپ کاور هر کدوم از این مثلا میشناسه تا میشن بوده، سه دفعه اومدن. هر دفعه که با 10 تا هواپیما اومده باشن، موشک رو زده باشن، 3 تا 4 تا هواپیما برای تاپ کاورشون بوده که اینا رو ازشون نگهبانی کنن، 2 تا هواپیما جنگ الکترونیکس هم یه جایی بوده، 2 تا هم سوخت رسان، میشه 15 تا، 3 تا از 3 تا میشه 20 تا، 3 تا 20 تا میشه 60 تا، پس 140 تا حتما اینا آماده بودن، این 140 تا برای اینکه بیان و حملات بعدی انجام بدن دیگه، و تا حدودی حملاتشون اونجوری که دلشون میخواسته پیش نرفته و خیلی سریع اومدن گفتن که خب ما کارمون رو کردیم تموم شد. حالا بعضی میگن خب برای چی اومدن گفتن؟ خب نمیگفتن، برای اینکه اولش سرش تهش باز گذاشته بودن، اگه نیان بگن تموم شد، ایران هم همین فکر میکنه که اینا خواهند اومد دوباره، احتمال داره که حمله بکنه ایران بهشون که بخواد اینا رو تضعیفشون بکنه. همون لحظه وقتی که میبینی هدفی داره میاد و داره میاد، خب شما جواب میدی دیگه. و همین دلیل اومدن گفتن که تموم شه بعد از یه ساعت. ولی خیلی چیز سوال برانگیز اینه که برای چی اعلامیه اول اومدن و گفتن ما شروع کردیم، راجع به تموم شدنش هم نگفتن. خب میتونستن این اعلامیه رو ثبت کنن وقتی که تموم شد عملیات، بعد بیاد بگن آقا تموم شد. قضاوت همه اینا با خودتون میگذره. بعد از چند ماه متوجه میشیم که چه اتفاقی افتاده، چی پشت پرده بوده، چه هدفهایی واقعا خوردن و ایران چه کار میخواد بکنه در ازاش. و همونجوری هم که آقای خامنه‌ای اومدن گفتن اینو به هیچ عنوان نباید یک کوچیک نگاریش کرد و نگاش کنیم از همون چیزی که بوده، که مثلا خودتو گول نزنی، هم یک قابلیتی دشمنت داره واسه که دقیقاً ببینی چیه که بتونی ازش دست خودت دفاع کنی در این رابطه. ولی همه اینا رو بذاریم کنار، نکته مهم این قضیه این چیه؟ موشکو که دیگه بالای سر شهر دیدین دیگه، این مهمه. حالا کسی تونست جلوش بگیره، جلوش نگیره، کسی مرد، کسی نمرد، به جای خوردی هست ولش کن. موشکو که بالای شهر دیگه دیدین دیگه به قول امریکایی دیگه ما نیست چجوری شوگر کودش کنی، چجوری قشنگ شکر بمولی دورش، یعنی مثلا خوکه که کچلوار تنش کنی یا رژ لب بهش بمولی دیگه. جنگ حمله هوایی هم که دیگه بالا سر دیدی دیگه. دیگه حالا میخوام بریم راجع به این صحبت بکنیم که هم احتیاج داریم به خودمون دفاع کنیم، احتیاج داریم از خودمون دفاع کنیم، رینگای پدافندیمون چقدر از کشورمون باید بره بیرون دیگه، اینا رو دیگه من نمیدونم. حالا بعد راجع به اینا صحبت کنیم دیگه، الان یا احتیاج نداریم بهش کدومشون. این دیگه قضاوتش با خودتون عزیزان. تشکر از بابت اینکه ویدیو من دیدین. تو ویدیو بعدی میبینمتون.